به شم هشم نعصه به نسلی اخت دورا و مشه ماراشا قهیلیت یعقوب ادامه میدیم یلغوت یوسف دو صفحه 840 فصل 331 ایسور حرس کردن در سال هفتم صیف یود زن یعنی 17 بخن انف اسپری و همینطور شاخه درخت میوه ای که داره میوه های کوچک در ابتدای بزرگ شدنشون که اونها هنوز نارس هستند آسوره که بچینه اون شاخه رو یا اون میوه رو به خاطر ضرر سال هفتم نباید میوه را از بین برد تا اینکه اون میوه برسند به ابتدای رسیدنشون شماره 18 میفرماید تمام اون اسوره چیدن میوه هایی که نرسیدن فقط اینه که بچینتش از درخت ولی اگر اون میوه ریختن یا قبلا کنده شدن به که بخوره نیست که طریقش به این نیست و این ضرر و از بین بردن حساب نمیشه شماره یوتت میفرماید مجازه که لیلقت یعنی جمع کنه و اونا رو کاووش کنه تو سرکه یا تو آب نمک در سال هفتم میوه هایی که نرسیدن کامل و این درخ لیخبوش الو اگر طریقه این میوه ها اینجوریه مثلا گوجه فرنگی که هنوز سبز میتونه یه چنین کاری انجام کنه جمعش کنه و تو سرکه یا آب نمک بذاره که هنوز نرسیدن کامل اگر طریقش این کارو بکنه مثلا گوجه فرنگی هایی که سبزن کاف میفرماید اگر میبره برگ رو از بسلا خوشه انگور به خاطر که اون انگور خراب نشه نیست در این ایسور حرس کردن در سال افتام خط خیلی این رو با تغییر انجام بده همونطور که توزدادش رو در بالا سعیف واو کاف آلف میفرماید که مجازه که ببره شاخه های درخت رو در سال شویید موقعی که اون بریدن فایده برای درخت نداره بنابراین مجازه که ببره شاخه های درخت رو به خاطر که اونا رو سخاخ بده به سوکاش پوشش بده روی سوکالی که نگر شروع کردن که خارج کنن میوه رو نبره اون شاخه ها رو که درش میوه داره خاطر که نباید میوه ها رو از بین ببرم. طوری که قبلا توضیح داده شد پس کافالف توضیح میده که مجازه که ما شاخه درخت رو در شوییت ببریم در صورتی که برای درخت این بریدن فایده این نداره و بنابراین مجازه که ببرن شاخه درخت رو که میخواد سخاخ بگذاره برای سوکاش ولی اگر اینها شروع کردن که میوه بدن نبره چون درش میوه است به خاطر که ضرر میزنه میوه رو از بین میبره چون کافت میفرماید نبره اون زگیل های یا هایی که بر روی درخت ها هست کاف گیمل میفرماید مجازه که بچینه در سال هفتم شاخه های گل که استفاده میشه برای زیبایی خونه و در اون گل هایی که توسط چیدنشون باعث میشه که یک توده اضافه گل به وجود بیاد این آسورن به خاطر حرس کردن بلکه نباید نیتش برای رویش گل اضافه باشه و بچین اونها رو با تغییر و نه به طور عادی و یعنی که نبره به وسیله اون شاخه بلکه به شلیش آیلیون در یک سوم بالایی نسبت به اون خود گل که جنبه معدت اتسیموخ مخاداش یعنی باعث نشه که این بیشتر روش کنه تشویق بشه بهتر بشه از نو در بیاره یعنی بیاد پایینتر تر نچینه بالاتر بشینه در ابتدای یک سوم بالایی و خوبه که استفاده نکنه در با وسیله بسیار هر از کردن برای چیدن این گل ها آدم شخصی که داره گل تو خونش و میچینه که زیبا کنه خونش رو و هیچ کنه نیتی برای بزرگ کردن پرورش دادن اون گل های اضافه نداره یا مثلا میخواد بفروشتش ایسور نیست که ببره اونها رو در سال شوییت پس بنابراین نیت به تزین خونش داره هیچگونه نیتی برای بزرگ شدن یا فروشش نداره اونجا اشکالی نداره که بخواد بچینتش باعث بزرگ شدن شاخه هم نمیشه نیتش اون نیست کافتالت یاد کسی که گناه کرد و حرس کرد سهراش رو در سال هفتم یا که گذشته بر ایسوره نیست که گذشته بر ایسور از تورا میکل مقام جریمش نمی کنن که زراعت نکنه صحراش رو در خروج سال هفتم کافه میفرماید اون چیزی که دست دارن در بزرگ کردن اون بیده ها که اونها رو به صلاح عرص میکنن درخت رو در توب آب یعنی پونزده همه آب و باقی نمیگی دارن برگ ها اصلا و سیراب میکنن دو بار در هفته که در سوکوت موعد سوکوت در درخت ها خیلی بید های زیبا باشه و همینطور عدس ها یعنی مورد ها که میسوزونن اون درخت رو به خاطر که خارج بشه عدس یعنی مورد ستایی سبرگی نیست که این کار انجام نمیدن در سال شمیتا که این اک... این کار زمینه میکل مقام بدی اول اگر این کارو کرد موتاره که استفاده کنه در این عدس ها و عراوا پس خط خیلی این کارا رو نکنه برای زیاد شدن این عراوا یا این موردها ولی بدی اول اگه شد میشه از این مردها و ها استفاده کرد شماره کافاف میفرماید می که سیخ گعت شوال ارس میتمان درخت گعت حالا این چیه من نمیدونم که آورده شده به سرزمین تمان یمن و اصلا که استفاده میکنن از برگاش برای جویدن و می، بسلام می به سلام میچینن اون برگا رو به صورت مشخصی توسط این اونا برمیگردن بزرگ میشن بعد از دو هفته بعضی میگن آسور در سال هفتم که بچینن این ها رو در به به طریقی که در آینده بزرگ میشن دوباره و اینقدر از سلاخ که سباک میگیرن ولی خط خیلی شایستن که تغییر بده در طریق چیدنش که اگر راگی لیقتوف عادت داره بچینه در یک سوم بالایی و بچینه به چینه و چون در مورد قدوش های سال هفتم با یه فتوا بدن که سباک بگیرن که نیست در اون قدوش های هفتم بعد از اینکه دیگه این چیزیه که برای همه مورد استفاده نیست برای همه خوب نیست خوششون نمیاد همه ازش اون قسمت اولش رو من تصدیم میکنم این درخت گت که میارن به ارس از تمان یعنی از یمن میارنش به ارس قدوشا که اونجا ما باید رعایت کنیم مسئله شویت رو میفرماید اگر یه چنین درخت هستند که میارن این میچیننش برای جویدن و بیشتر میشه بعضی میگن که آسوره ولی اشکالی نداره این دخط خیلی مجازه و شایسته است که بیاد بعد تغییر بده طریق چیدنش یعنی در یک سوم بالایی هگه همیشه میچیده پایین تر بچینه و سطح بچینه و در مورد قدوش شوید میشه که سبک گرفت که نیست در این بگیم این قطره شوید نداره و کلا این درخته مشکلی نداریم ولی بهتره که نمودار چیدنش رو تغییر بده قسمت بعد مربوط میشه به فصل هشت قانون سمپاشی کردن و تمیز کردن درخت در سال شمیتا شماره الف آلف میفرماید صحرایی که در اون کرم هایی هستن که اینا آسیب میزنن به درختها بعضیا میگن که آسوره اینجا سمپاشی کنن که بکشن اون کرم رو بته اگر سنپاشی میکنه قبل از اینکه اون کرما برسن که همچنین در این آسوره و بعضی ها میگن دود دادن هم آسوره در سال هفتم یعنی به صورتی که هدفشه که خوب بشه بهتر بشه اون درخت ولی اگر اون سمپاشی اومده برای که مانع بشه آسیب که اون افرادی که وارد هستن ادعا میکنن که درخت میمیره یا که اکثر میباش خراب میشه در اون صورت مجازه به خصوص بر توسط گویم و بعضی وقتا که اختلاف دارن و چون که شوید در این زمان از ربانانه میریم دنبال این مخلوقت که سبک بگیرن و چون که قبل از که بخواد فقط قبل از که بخواد این سنپاشی رو بکنه مشخصش کنه که این مسئله برای بقای درخت و اون سیفیجات آیا اجباریه نه فقط به وسیله احتیاط فقط مثل هر سال واقعا باید نیاز باشه و این که اصلا مزقیم زیادی آسیب رسان های زیادی در زمین همچنین که کشاورزا اخلقا اوت سفوفا به یه تر یعنی کشاورزی خیلی انبوه تقریبا تمام ریسوس تمام اون به اصطلاح سنپاشی کردن میاد برای بقای درخت اینجا بحث در این بود که آیا میشه سنپاشی کرد یا نه نهایت بحث اینه که اگر اجباره و ضروریه و برای بقای میوه ها و اون فیجات هست این کار رو میشه کرد و البته باید با فرد متخصص صحبت کرد و میگه امروزه به خاطر که این آسیب رسان ها زیاد هستن تو زمین و کشاورزی هم به طور به درهم و فشرده انجام میشه تقریبا میشه گفت که تمام این سنپاشی ها برای بقای اون درخت هست شما بت میفرماید هست کسی که میاد و سنپاشی میکنه به صورت آسور مثل اون تپوخیم یعنی سیب ها و گلابی هایی که در ابتدای تابستان بر درخت هستن که سنپاشی میکنه اونها رو و این در جزء خوب کردن و بهتر کردن میوه هاست که آسوره و به این صورت باعث که مشورت کنن برای اونا که دور کنن اون آسیب رسانان رو با اه... کیوس کیوس یعنی بپیچه تمام میوه و میوه هر میوه و میوه رو با یک کیسه نا... نایلون بهش میگن کیوس پوشش بده هر میوه و میوه رو با یک کیسه نایلون که مجازه که قرار بده در سال شمیتا کیسه های نایلون بر میوه ها در زمان بزرگ شدنشون در درخت خاطر که مانع بشه از اونا آسیبی که کم میکنه در خوردنشون بنابراین اینجا ما بت رو یاد میگیریم که سنپاشی در مواردی ممنوعه به خاطر که باعث بهتر شدن میوه میشه و پس باید چه کنه؟ بعد بپوشونه هر میوه و میوه رو با, با کیسه نایلون که این مجازه که در سال شمیتا کیسه نایلون بذاره بر هر میوه و میوه در زمانی که دارن بزرگ میشن سر درخت که از آسیب اونها رو دور کنه شماره یک گیمل میفرماید اون موشایی که از بین میبرند درخت رو مجازه که به نیاز شوید چون طریقشون سیدشون سیدشون کنن در سال شوید چون طریقشون یعنی موشایی که مزاحم میشن از خراب میکنن از بین میبرند درخت رو مجازه که بیان اونها رو سید کنن در سال شوید چون طریقشون حتی در صحرایی که صحرای لاوان هست که پیوسته به سرای ایلان مجازه به اون که سید کنن نوها رو چون ترگشت و مجازه که قرار بدن سم موش مرگ موش سم موش در سال هفتم خاطر که جلوه اون اخباریم موش ها رو, بگیرن که آسیب میزنن به درخت سد لاوان است که مخصوص پرورش رستنی های و نه درخت چون که این لاوان اسمش گذاشتن چون پاک از سایه سیاه یعنی میخواد بگه که گیاهان دارای رنگ روشن هستند بهش میگن ساده لاوان سرایی که مخصوص رستنی است که اینا کوتاه و نه درخت و سفید که بهش میگن به خاطر اینکه رنگای روشن دارن اینا و ادامش میفرماید که شماره دالت کسی که گاتون رو به ساده و اصابیم کسی که پرورش پیدا کردن در سراش علف های بد که مزایم سماخین گیاهان هستند و اونا رو خفه میکنن و این موضوع واضحه که بدون رسیدگی آسیب میزنن به رشد اون که اینا رو و غم میکنه بر اون به صلاح علف ها. و اگر فایده نداره سمپاشی مجازه که بیل بزنه حتی با بیل به طور عادی به شرطی که سخت بگیره که زیر رو نکنه زمین رو در و در زمان نیاز زیاد باعثی که مجاز کنه همچنین در کلیم وسایل کشاورزی زیادی مثلا کارد که اینو افخ اتاعد ما زمین رو زیر رو نمیکنه و شایسته نیست که قرار بده این حلاخ ها رو به دست هر کسی و لازمی که سوال کنه سوال خاخام که در هر موردی بیاد و چه کار انجام بده شماره ه میفرماید مجازی که تمیز کنه اون باغچه رو که در حیات پیوسته خونشه و خارج کنه اون کسافتی که پخش شده در اون باغچه مادامی که نیتش فقط برای نیاز تمیز کردن اون باغچش نه برای نیاز زراعت اونطور مجازی که جمع کنه اون باقی مانده چوب هایی که از اون درخت هست توسط جارو حتی جارو میکنه اون گیاهان رو شاید هم اینجا متعت دشه منظورش جاروی گیاهی باشه اینو من مطمئن نیستن من اینطور دور کنه اون سنگ ها رو مادامی که مشخصه که نیتش به نیاز کار زمین نیست همینطور مجازه که بکنه از حیات علف و خارا موقعی که نیتش اینه که امکان داشته باشه بشینه و استفاده کنه از حیات یکی رد بشه اونجا خوبه که بگذره سندری و میز در حیاتش به خاطر که ثابت کنه که نیتش برای استفاده از حیات نه برای آماده کردن زراعت حقیقتا از اصل دین در حیاتی که پیوسته به خونش این احتیاج به این نیست که چیز نکته مشخص کننده ای باشه چون این خودش نشون میده میخواد بشینه میخواد لذت ببر از حیات خونش و مسئله بهتر شدن رویش اونها نیست شما واب میفرماید صحرایی که اون رو برف پوشونده اگر اون برف رو دور نکنه تمام اون گیاهان خراب میشن از بین میرن مجازه که خالی کنه تمیز کنه اون برف ها رو در سال هفتم زین میفرماید که اگر برف اومده بر درخت ها و باعث میشه که از بین ببره مو... میوه ها مجازه که دور کنه برف رو در شبات در سال شمیتا ببخشید دور کنه اون برف رو در سالش شمیتا تو... که این حساب میشه در جز نگهداری درخت و نه ای که میخواد اون رو خوب کنه و رشدش رو زیاد کنه و اگه اون برف باعث میشه که بشکنه شاخا مجازه که برف ها رو از اونجا دور کنه شماره خط میفرماید درختان نتروگی که ایستادن برای میسوا که روش برف زیادی اومده و میتونه باعث بشه که اون نتروگا خراب بشن و از بین ببرن اونها رو برای میسوا مجازه که از اونها برف رو پایین بیاره شماره تت میفرماید مجازه که بپوشونه در سال شمیتا اون زراعت را رو میوه ها و اونایی که پرورش پیدا میکنن مختلف با روی, روی های مختلف با به صلا یریوت نایلون اون پرده های نایلونی و همسال اینا خام اونا رو بپوشونه با پرده های نایلونی و بخاطر که ماگن بشه بر آنها به خاطر بارون و, و, و برف همینطور مجازه که درست کنه چتر آفتابی برای درخت ها که ماگن بشه بر درخت ها به خاطر آفتاب یا به خاطر سرما مادامی که این مسئله برای بقای اون درخت هست میتونه این کار رو انجام بده شماره یود میفرماید میتونیم که سبک بگیریم که بپیچه اون انگورهایی که یافت میشه بر درخت با کیسه نایلون که اونها رو محافظت کنه از خوردن پرندگان همطور امثال هم این در سایر میوا کل شه که گدلیم مادامی که این میوه ها بزرگ نمیشه بهتر نمیشه توسط این بلکه این انجام میده که مانع بشه از این آسیبی که به صلاح کم میکنه در خوردنشون ولی به خاطر که مانع بشه ضرر به صورت خارجی این آسوره شماره یوت آلف میفرماید که میپیچن اون نال ها رو تا سروششان های سال هفتم یعنی جمع میکنن اون شاخه ها رو و گره میدن ها رو که بالا بره صاف و متمایل نشه به زمین پس کرخی منظور اینه که جمعش میکنن شاخه که بره بالا به زمین متمایل نشه ولی این چنین نمی کنن در خود سال افتم. ولی اگر اون برای بقای درخته این کار رو انجام میتونه بده مطال لاستوت که همچنین بعد از اوششانهای های سال هفتم تمام موقعی که انجام بده به خاطر که نشکنه ولی اگر خش... که اون درخت کج بشه آسوره اونطوری که توضیح داده خواهد شد در زیل پس اینجا میفرماید که میخواد این شاخه ها رو جمع کنه تا رو این مسئله است یعنی میان شاخه ها رو میبندن که به زمین نزدیک نشه متمایل به زمین نشه تا رو این کار رو میتونه بکنه ولی در خود سال هفته می کارو نکنه مگر اینکه ما برای بقای درخته همچنین بعد روششان های سال هفته تمام این به خاطر ای که نشکنه مسئله شکستنش ها. اگه میشکنه میتونه ولی اگر به خاطر که کج میشه این کار رو نکنه شما رو یودویت میفرماید که هستن که میگن آسوره که لیمتوخ انفه گفن آسوره که بکشه شاخه های مو رو که متمایل به زمین هستن و, مالیا و نگراری ماله ها و میکشن اونها رو بالا علیا نگراری مالیا یعنی میکشن اونها رو بالا همچنین اگر پشتوت انافی ملو یعنی منتشر شدن پخش و پراکنده شدن این شاخه ها به خطر میندازه درخت و تمامش همچنین بازم میفرماید آسوره مثلا در که آسوره انجام بده در مکانی که سنگین نمیکنن سنگینی نمیکنن بر درخت یا به خطر نمی بقایش رو که در بالا گفتیم و در, مک... در کارهایی که برای بقای درخته بایستی مجاز کرد همچنین اگر اون کار با بدنه درخت انجام میگیره خود به خود اینجا هر چیزی که او برای بقای درخته میشه سبو گرفت و خوبه که این رو با تغییر اندام بده نگاه کن در بالا سیمان واو شماره یود میفرماید که هستن که میگن مجازه که بپیچه خود درخت رو در سال هفتم موقعی که این چه این انجام میزه برای که سپر بشه بر اون به خاطر سرما پوشش میذاره روش همینطور برای بقای درخته بعضی میگن می بعضی میگن در لطمات طبیعی مثل گرما و سرما و کرم اه... که اینا بدتره و آسور همچنین برای بقای اون درخت پس اینجا اختلاف نظر وجود داره برای که بپیچه اون خود درخت رو در سال هفتم موقعی که میخواد از بارون به از سرما میخواد محافظتش کنه و بعضیا میگن اون برای بقای بعضیا میگن نه این مسائل طبیعی بدتره با سور همچنین برای بقا به حال این اختلاف نظر وجود داره بارو خشم دولام آمین و آمین